سلام، خوش اومدید به کانال یوتیوب. امیر محمد هستم. دیدار خیلی مهم و دیدنی و نسبتاً پرگل آرسنال و منچستر یونایتد. فقط حمایت و لایک و این چیزا فراموش نکنید و زنگوله هم دوست داشتید بزنید که زودتر از این ویدیوها با خبر بشید. خب، مالکیت توپ بسیار بیشتر آرسنال در مقابل یونایتد رو شاهد بودیم. 61-39% حملات بیشتر آرسنالی ها، ولی زهردارتر بودن منچستر که به خوبی از ضد حمله ها استفاده کردن و 2 تا از گلاشون هم روی ضد حمله زدن. گل اول بازی در دقیقه 35 توسط گرونترین فروش یعنی آنتونی ماتئوس زده شد. حرکت و پاس‌های بلند و کوتاه خوب زمینی منچستری ها توپو سریع رسوند دم محوطه جریمه، جایی که مارکوس رشفورد با یه چرخش عالی پاس عالی میده سمت راست محوطه و آنتونی میتونه گل بزنه. بله، یه بغل پای چپ هم توپو میفرسته توی دیواره سمت چپ دروازه و آرسنال گل میخوره. گل دوم بازی که بازی رو برابر میکنه روی پاس عالی اودگارد برای ژسوس جلوی دروازه است که مدافع پاشو زودتر میزنه به توپو، غافل از این که مدافع دیگه فرار ساکا رو به اندازه کافی پوشش نداده و ساکا هم یه بغل پای لایی میکنه تو پتو دروازه. میرسیم به گل دوم و رشفوردی که روی هر سه گل این بازی تاثیر مستقیم داشت. یه پاس مودریچی عالی فرناندز به فرار سریع رشفورد از بین دو مدافع آخر آرسنال تک به تک میشه و کاری هم از دست رمزدی بر نمیاد و 2-1 میکنه رشفورد بازیو. گل سوم، یه بار دیگه حرکت به پشت مدافعین جلو اومده آرسنال، اریکسن و رشفورد، و یه پاس به موقع توپو میرسونن به اریکسن، میرن جلوی دروازه‌بان و باز هم مدافعین جلو اومده هرچی سعی میکنن و زور میزنن نمیرسن که توپو بتونن دفع کنن. اریکسن هم یه دروازه خالی میسازه برای رشفورد و گل 3-2 به ثمر میرسه و بازی هم با همین نتیجه به پایان میرسه. باید بگم که آرسنال اول جدول، حتی با این باخت 15 امتیازیه و برای آرسنالی ها آرزوی موفقیت داریم. ما را هم حمایت کنید، دمتون گرم، لایک و ساب هم اگه نکردید ساب کنید و اینکه منتظر ویدیوهای بعدی باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.